یک سلام ویژه میکنم خدمت کاربران و فالوورهای عزیز پیج الپیک فارسی. خب دوستان، میخوایم که این قسمت بیان راجع به تکنولوژی LXD با اتون صحبت بکنیم و اون روی سیستم نصب بکنیم. یه نکته‌ای وجود داره، برخلاف سایر تکنولوژی‌های مجازی سازی که مثل KVM حتما باید بیاد در هسته سیستم عامل شما لود بشه و CPU شما مجازی سازی رو ساپورت بکنه، LXD و LXD جزو اون دسته از کانتینرهایی هستن که اصلا به این چیزا کاری ندارن و شما خیلی راحت، چون تکنولوژی مادرش CH روته، میتونید بیاید این کار رو انجام بدید. کامندش، نصبش حالا حالتهای مختلف داره. تو اوبونتو هم از اسنپ میتونید استفاده بکنید که ریپازیتوری خاص خودشه، هم از کامند APT install میتونید برای نصبش استفاده بکنید. بعد از اینکه نصبش انجام بشه، حالا یه صفحه ورژنش رو هم از شما میخواد، بعد اینجای ورژنشه که به شما میگه الان ورژن 4ش استیبله، شما میتونید بیاید 3 رو انتخاب بکنید، 4 یا آخرین ورژن، اکثرا 4 رو انتخاب میکنن. خب بعد از اینکه LXD و LXD تون نصب شد، که همونجوری هم مشاهده میکنید از اسنپ استفاده میکنه، نه اسنپی که سوار میشیم، اسنپی که حالا داخل سیستم اوبونتوتون بعد نصب بکنید، ریپوزیتوری های خاص خود اوبونتو و دیگه ساختارش اومده از دبیان جدا کرده. بعد از اینکه نصبش کردین، خیلی راحت فرمان LXD به بیس سیستم شما اضافه میشه، باش میتونید بیاید مدیریت بکنید کانتینراتون رو. و برای شروعش تو این قسمت ما میخوایم بیایم اینیشیالایز کردن یا اینیت LXD رو باهاتون LXD رو در حقیقت باهاتون بریم جلو و ببینید به چه صورتی هست. بعد از اینکه تموم شد، انشالله تو قسمت بعدی میریم سراغ اینکه چجوری حالا بیایم ایمیج ها رو لانچ بکنیم. من ویدیو رو اینجا پاز میکنم، مراحل نصب که تمام بشه در ادامه در خدمتتون خواهم بود. خب همونجوری که مشاهده میکنید LXD ما نصب شد. یه رابط داره به اسم LXD که سویچ های مختلف داره. با لیست شما میتونید بیاید خلاصه وضعیت های کانتینرتون رو ببینید، اما برای راه اندازی اولیه LXD init رو که بزنید، یه سری سوالات از شما میپرسه که مثلا میخواید کلاسترینگ داشته باشه، میگم نه فعلا، و عرضم به حضورت یه استوریج میخواید براش ایجاد بکنید، میگم بله، میخوام یک استوریج جداگونه براش ایجاد بکنم. این تنظیمات رو مثلا استوریجش دیفالت باشه، نوعش رو میتونید انتخاب بکنید، LVM، الان پیشنهاد ZFS و ZFS پولز خودش رو بیاد ایجاد بکنید، میگیم بله. اینجا میخواید بگید که استفاده بکنه از یک MT بلاک دیوایس، میگیم نه. یه حجمی رو میتونیم بهش بدیم، مینیمم 1 گیگ، مثلا بای دیفالتش 7 گیگ، من چون کانتینر زیادی فعلا نمیخوام بیارم بالا، همین 7 گیگ رو انتخاب میکنم. و اینجا اون بحث مس هست که ما میگیم فعلا باهاش کار نداریم، میگه یک بریج برای من بساز نتورک، دیفالتش LXBR 0، اون رو میسازه، آدرس آی پی ورژن 4ش رو میگم در حالت اوتو بذار، تنظیماتش رو، بقیه بخشاش رو اوتو بذار. و همجور که مشاهده میکنید میخواد روی نتورک باشه، فعلا میگیم نه، دسترسی نداشته باشه، دسترسی ریموت میتونید بگیرید از طریق شبکه که پیشنهاد نمیشه. و با اینیت بقیه بخش ها کاراش رو، تنظیمات اولیش رو انجام میدیم و میاد برای ما ساختار رو میسازه و ما هنوز هم همون رو داریم. ولی هنوز من هیچ اتفاق، هیچ کانتینری روش نیوردم بالا، ولی میتونم بیام اینجا مثلا بگم بخشایی که مثلا داریم، نتورک لیست رو میتونم بیام ببینم، یا میگم کامند مثلا خود شبکه رو به هم نشون بده، میتونم بیام استوریج لیست رو ببینم که اینها بعدن میتونه قابل تنظیم باشه، مثلا استوریج لیست، لیست استوریج رو به هم میده، ببینید کجا رفته قرار گرفته این 7 گیگ من، دیفالت ایمیجی که حالا میخواد بیاد ساختارا رو توش بذاره، و عرضم به حضورتون اسمش دیفالت همینی بود که ما اینجا ساختارش رو با هم داشتیم. پس تو این استپ ما با هم اومدیم LXD که رابط بود، LXD رو روی سیستممون نصب کردیم، اومدیم تنظیمات اولیه‌اش رو انجام دادیم. انشالله تو قسمت بعدی میخوایم بیایم راجع به این که چجوری حالا ایمیج دانلود بکنیم و اولین کانتینرمون رو بسازیم در قسمت بعد باهاتون صحبت میکنم. تا ویدیوهای بعدی از دوره LXD شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد، موفق و سربلند باشید.